به نام خدا دوست عزیز سلام، امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. باز هم در پاتو هستیم، در مکتب ابتدایی کاریز. پاتو با جمعیت 700 خانواری، اگر اشتباه نداشته باشم 700 خانوار داریم که بعدش به طور اوسط اگر هر خانه را 7 نفر بگیریم و ضرب زبانی کنیم برای یک نفوسی بالای 3000 و این چیزا میشه، حالا دقیق نتونستم ضرب بزنم. اینا دارای 6 مکتب هست که دو تا لیسه میشه، دو تا 4 تا متوسطه، دو تا متوسطه و همچنان دو تا ابتدایی. یکی هم یکی از ابتدایی هایش هست مکتبی ابتدایی کاریز. این مکتب با کاری یک مؤسسه خارجی آلمانی به نام FKA که با مسئولیت آقای اشرف زاهدی در جاغوری هماهنگ شده. این مکتب را کارش را این مؤسسه خارجی تا اندازه سقف را به عهده داشته که کلش سنگکاری شده و بعد از اوش را گفته که ما بودجه نداریم و قرار است که بعد از او را، یعنی از سقف بالایش را، سقف نه، از به اصطلاح از ورگیش همو سرتاق به بالایش را، تعاون سبز که یک شبکه یا یک نهاد مردمی است و او هم از مردم پاتو و اعضایش میتونه بیرون هم باشه، اونا با عهده گرفته که ما را با یک مال میرسانیم. حالا با استاد سحر، یکی از کسایی که در پاتو بوده و در جریان کار همین مکتب هم بوده، میخوایم گفتگو داشته باشیم که پاتو از لحاظ کیفیت معارف، کیفیت آموزشی در چه حالت هایی هست، انگیزه و شوق مردم به معارف چقدر هست، موفقیت اینا در چه سطح بوده، چون اینا استاد است میفهمد درونی متن معارف بوده. و اینکه تعاون سبز که همچنان که گفتم این مکتب را به عهده گرفتن تکمیلش را، ببینیم که کارهای دیگه ای اونا در چه عرصه بوده. آقای سحر خیلی خوب، ممنون از شما، تشکر. تشکر از شما همچنان و عرض سلام و ارادت دارم خدمت بینندگان جوهری نیوز. تشکر از اینکه در پاتو تشریف آوردین و از پروژه هایی که در پاتو کار میشه سر میزنین. سلام. خب در قسمت از این که سطح معارف پاتو در چی اندازه بوده، این را باید بیرون از پاتو کسای دیگه قضاوت کنند. تا اونجایی که ما خود میتونیم قضاوت کنیم، یه که زمانی معارف پاتو زبان زد کل جاغوری بود و امیالم ما فکر مونم که امو ابهت و عظمت معارف پاتو تا هنوز هم حفظ شده. همکاری ها چه بعضی کمکاری ها و بعضی جنجال های که ما فکر کنیم سطحی است در منطقه پاتو پارسال به وجود آمد که یک مقدار از انگیزه های انگیزه شاگردا و انگیزه مردم نسبت به معارف کم کرد، منتها باز هم انگیزه وجود دارد و شاگردای مکاتب و مردم پاتو بسیار علاقمند به معارف هستند و مکتب هستند. آقای سر، چقدر موفقیت داشته معارف پاتو، اشخاص بزرگی تربیت کرده و دقیقاً شما گفتین که ابهت داشته، زبان زد عام خاص بوده، دقیقاً به چی تاریخ و به چی کارهای برمیگرده؟ تاریخ وار که نمیتونم صحبت کنم، منتها شاگردایی که از مکاتب پاتو فارغ شدن فعلا دکتر هستن، انجینیر هستن، دیگه ماستر هستن در رشته های مختلف، دیگه در مو رشته های دل های خود زیادتر کامیاب شدن، چی از بچه ها چی از دختر ها، دیگه دو قسمت چی دانشگاه های خوب را رفتن، دیگه دو قسمت ما میتونم به همون رقم به صراحت و به جرأت بگویم که خوب بوده، خیلی خوب بوده. بعد در قسمت برنامه های فرهنگی که در پاتو گرفتم شد، مثلا برنامه های روزی محلی و همیتو امزی قبیل برنامه ها، یعنی برنامه هایی بودن که نمونه بودن دیگه. طریقت ما شاهد از این هستم که یک زمان که ظفر شریف خان ولسوال جاغوری در پاتو وقت تشریف آورده بود، میگفتن که ما دارزوی از این هستم که یکان برنامه در پاتو گرفته شونه و ما رو دعوت کنه، ما بدون چی مهم دیگه. همون رقم مدیر حقوق و بعضی از اشخاصهای بزرگ جاغوری زیاد علاقه مند بودن که برنامه های معارف پاتو شرکت کنند. آقای سر، شما کسی هستیم که اینجا هم به عنوان یک روشن فکری
از این جامعه بودین و هم به عنوان یکی از زمین آمده. من احساس کردم یک تفاوت را که مردم پاتو دارن خیلی خودمانی هستن و چی؟ یعنی تعارفات در بینشان ندارن در برنامه هایی که میگیرن اینا. دلیلش چی هست؟ چطور مردم پاتو اینقدر با هم دیگه صمیمی هست و هیچ تعارفی در بینشان نیست؟ پیشرفت ما در اندمی نقطه برمیگرده. یک اتحاد، یک صمیمیت خاصی در بین مردم پاتو وجود داره. اینمی اتحاد، اینمی همبستگی باعث میشه که در هر عرصه شکوفا باشه. یعنی من شاهد هستم در روزهایی که تازه به اصطلاح دموکراسی نوین در افغانستان رشد میکرد و در بقیه نقاط جاغوری تازه دخترها به مکتب میرفتند و بچه ها به مکتب میرفتند، اما هنوز که شاید گفتم میتونم که یک 5-6 سال اخیر است که دخترها و بچه ها در برنامه های مختلف با هم یک جا هست، اما قبل از او این گونه نبود. ولی در پاتو میره که با اون که یک منطقه دوردست از مرکز هست پیر از سابق متوجه بودم که به اصطلاح حالا از دیدگاه تساوی حقوق بگوییم، از هر دیدگاهی که بگوییم، اینجا پاتو بانوان هم کرامت و احترام خود را داشتن. در مورد ازی صحبت کنین چطور این گونه هست؟ در قسمت دیگه ما چی رقم بگیم بخشی تو ما مردم پاتو در کل مردم جاغوری و مردم هزارجات در کل احترام به کرامت انسانی خانوم ها و احترام به کرامت انسانی مرد ها داشته بوده. اون امور هم به اساس نمزی کرامت های انسانی بوده که پیشرفت صورت گرفته، مرد و زن حقوق مساوی داشته و این نبوده که از مرد از زن توقع کنه که تو فقط در خانه باش. یعنی می توقع رو ما مردم خصوصا از زنها نداریم و زنها خودونشان خیلی فعال هستن، خانم ها خیلی فعال هستن، دخترها خیلی فعال هستن و مو خاطر در هر عرصه شریک هستن، هیچ ممانعت وجود نداره. من در قسمت مکاتب دسترسی به مکاتب از ادوار گذشته بگوین تا امروز چقدر برای مردم سهولت ها را ایجاد کرده، سختی ها و مشکلات مردم چی بوده در قسمت رسیدگی به آموزش و پرورش و فعلا آیا همین 6 مکتب را که یادآور شدیم کفایت دانش آموزای همین منطقه را میکنه؟ والا در این قسمت اگر منطقه پاتو را بینگنیم، جغرافی های پاتو یک جغرافی خیلی خشین است. قول و کو در راست نزدیکترین کسی که در مکتب میه خوب مثلا منطقه بینبریگ و منطقه چی هستم خوناخ که در لیسد است رسیده، ولی فاصله های دور را هم شاگردات تایمونه. مثلا از بلنه ولوم، از بلنه خوناخ، از سختالا میان 2 ساعت، 2.5 ساعت رای پیاده میان. اینمی تلاش، اینمی سخت کوشی هم باعث شده که یک مقدار زحمت بکشن. مثلا امی قرار فاصله رو وقتی تایمونه، وقتی در مکتب موره دیگه به تلاش ازی هسته که ما اینمی زحمت خود رو باید جبران کنیم. بعد در قسمت ازی که 6 مکتب کفایت مونه یا نه، اگر از لحاظ فاصله بگیم، اگر از لحاظ جغرافیا بگیم که نه دوره، این مکاتب خیلی از خانه های مردم دوره، ولی یکی از لحاظ نفوس دیگه آره این 6 مکتب کافیه. ولی از لحاظ جغرافیا چون یک منطقه پراکنده است نمیشه. خیلی پراکنده. خب این اواخر تعداد شکایت از دانش آموزان داشتن که به اصطلاح جاغوری که یک روز نام و آوازه بلندی داشت در قسمت معارف و به اصطلاح موفقیت شاگرداش، میگه که اندک اندک پایین آمده ای. والا هم یک مثال حاضرگی استم که می آو که در جای قدر بار آو سوی رمزنگ استن خلاصا یک مقدار بی‌انگیزگی به خاطر زی بین معارف جاغوری و پاتو و پیدا شده ای که مردم تا پارسال و تا پارسال همکار معارف بودن، منتها همزی پارسال و مثلا بعض قسمت ها پارسال و بعض قسمت ها پیش پارسال یک مقدار مردم همی همکاری خود از معارف گرفتن کم کردن. مثلا نمونه شما باشید بگید مکاتب جاغوری و پاتو در جمع جاغوری همیشه تلاش به این داشتن که معلمین نمونه را استخدام کنند، در مقابلش باز مردم یک مقدار یک فیصدی مشخص را برای معلم در نظر بگیرن، معاش بدین. اینمی معاشی که از طرف مردم بخشی معلمین دیدم شد، اینمی گرفته شد از مردم، از معلمین. بعد اینمی خودش یک بی‌انگیزگی بین معلم ایجاد کرد، بین معلمین. خب معلمین بعضیاش بخی کار را کردن، بعضیاش مثلا اگر در مکتب مورم بی‌انگیزه مورن، به خاطر اینکه معاش دولتی کفایت روزگار معلم را نمیده. مثلا 6500 6750 افغانی معاش یک معلم است، او خانه، زندگی، اولاد، بچه، مثلا
خب مخارج زندگیش رو تأمین نمیتونه. از او خاطر وقتی مخارج زندگی تأمین نباشه حقیقتا یک بی‌انگیزگی پیدا میشه بخشی هر کسی که باشه و این بی‌انگیزگی یک آسیب بسیار بزرگه برای معارف جاغوری و پاتو شده. یعنی خب مردم به هر حال گزینه مختار بودن دیگه، حالا حمایت بکنن یا نکنن که حاصلش هم برمیگرده به خودش، اما این مسئولیت حکومت است که باید توجه کنه به معلمین تا اینکه به اصطلاح قسمی که کشورهای دیگه یک نمونه هست میگه که کشورهای خارج بیشترین امتیاز را به معلم میده اما افغانستان اما کسی که به اصطلاح تربیه اولاد و تربیه سرنوشت کشور را دست داره و کمترین معاش را میگیره. امیدوار هستم این مشکل حل شود. خب آقای سر، بیایم در قسمت از این مکتب کارز. این مکتب ساختمانش تاریخش از چی وقت شروع شده، دارای چند باب صنف است و بودجه هایش اگر در نظر در خاطرتان باشه و یک چی وقت قرار است تکمیل شود؟ این مکتب یک مؤسسه به نام افکای، یک مؤسسه جرمنی است و مسئول از این مؤسسه پیشتر شما هم گفتین آقای اشرف خان زایدی هستند. اونا از پارسال یعنی بودجه رو بخشی از این مکتب در نظر گرفته بود، منتها نهایی نشده بود تا بالاخره این سال در اوایل سال بخشی از مو خبر دادن، بخشی مثلا مدیر تقی بچه های عباسی مدیر مکتب چی هست سنگشانده خانوم ازاده اینجا مدیره در این مکتب، بعد بخشی از نو اول دادن که بودجه پاس شده مکتب کارش را شروع کنید. خب قرارداد از اونا همراه مردم پاتویی بوده که اینمی مکتب رو ما تا زیر سرتاق کار مونیم، سرتاق و چوب و پوشش کلگیش بله شما هسته، شما میر بار میکشیم یا نه؟ بعد مردم گفتن که ما خب مجبور بار بکشیم، ما مکتب و ساختمان نداره، شاگردای ما در زیر خیبه مثلا در زیر تو سایه درخت اونجا درس میخونه، بهتر میه که ما مصرف کنیم و بالاخره مکتب جور کنیم. خب اینم تصویب شد در بالاخره در 14 در 14 5 پیسنگ نمزی مکتب کنده شد و بعد از اون ما برای مسافرینی که در خارج هستن تماس گرفتیم که ما فمینی رقم یک شرایط مؤسسه محترم افکایی سر از ما واسه که شما چه همکاری میتونیم، اونا ما را قول دادن وعده دادن که شما همکاری خود داشته باشین، ما نهایت همکاری را برای شما می‌کنیم. دیگه قول دادن که به جای زیک در سرتاق چوب می‌ندازیم ما رنگ می‌ندازیم، رنگ پخته کاریش نه، بعد کار ازی چی بود سنگ کاریش امروی سنگ و گل بود، این را تصمیم گرفتن که گل حذف شوه، جای گل ما سیمنت استفاده می‌کنیم. ایش هم هزینه شد، این هزینه زیرم تاون سبز دادن. دیگه بلی سر از زیر بجای زیک چوپوش منیم گفت که آهن گاردر رو مثلا تخته بندازیم، بعد بلی از او رو باز یک چادر پوش کنیم که دیگه کاملا مسئول باشه از خطرات طبیعی. دیگه اینی تصمیم رو باز تاون سبز گرفتن. باز ما جلسه گرفتیم، تای از او جلسه ما فیصله کردیم که مردم خود منطقه باید خانه 1500 افغانی در اینجا کمک کنن. تمام پاتو؟ نه، همین منطقه که مربوط نمزی مکتب باشه، مثلا سیوه، گلو، منی کاریز و این طرف ها. خب بالاخره او تصویب شد، ما 15 افغانی رو در هر خانه جمع کردیم، اون یک بودجه خوب شد، بد نشد، منطقه قسمت بسیار زیادی از این بودجه را اعضای محترم تاون سبز عهده‌دار شدن که فعلا پولش هم تکمیل شده و بالاخره ما استاد پیدا می‌کنیم که رینگ از این بسته کنه و از این بالاتر شروع کنه.